برای اینکه کبدت چرب بشه یه سری راهکار بهت میدم، حتما به اینها عمل بکن. مطمئن باش که کبدت چرب میشه، اگرم چرب نیست حتما گریدش میره بالاتر. اول اینکه خب میدونی که مهمترین مسئله اینه که تو نباید ورزش بکنی، ورزش کردن اصلا کار مناسبی نیست، و اگرم ورزش میکنی لطفا ورزش های بسیار سنگین انجام بده، ورزش هایی که در توانت نیست، ربطی به مزاجت نداره، این ورزش ها انجام بده، قطعا کبدت چربتر میشه. پس ورزش های سنگین اگرم خواستی ورزش کنی، ولی به نظر من اصلا ورزش نکن. دوم، اصلا به تدابیر فصول نشوش، در هر فصل هر چی دوست داشتی بخور. مثلا تو فصل زمستون خیار بخور، گوجه بخور، کاهو بخور، سبزیجات بخور. تو فصل تابستون انواع گرمیجات رو استفاده بکن، عسل استفاده کن، فلفل بیز تو غذاهات، غذای سنگین استفاده بکن. قطعا برای اینی که کبدت حسابی چرب بشه، کربوهیدرات ها رو از دست نده، به خصوص تو کربوهیدرات ها ماکارونی زیاد بخور، نون صنعتی زیاد بخور، غذای سنگین زیاد بخور، غذایی که رشته فرنگی زیاد دارن استفاده بکن، زیاد نودل ها رو زیاد، حتما هر روز نودل در 3 دقیقه رو فراموش نکن. ببین وزن تو برو به سرعت بیار پایین با رژیمای سخت 2 روزه 3 روزه یه هفته اینا. دارو، ببین اگر میخوای کبدت نابود بشه، علاوه بر اینی که میخوای اصلا چرب بشه و اینها، اگه میخوای نابود بشه دارو زیاد استفاده بکن. تحقیقات نشون داده مثلا حتی استامینوفل که الان اسمارتیس هم دارن استفاده میکنن، خود این استفاده طول این مدتش کبد رو چرب میکنه، داروهای افسردگی کبد رو چرب میکنه، استفاده مستمر از داروهای کبد رو چرب میکنه. خب تا میتونی دارو استفاده بکن، چه داروهای طب سنتی چه داروهای طب مدرن، هیچ فرق نمیکنه. تا میتونی دارو استفاده کن، مثلا هر روز سیادون عسل بخور، زنجبیل بخور، انواع داروها و سکنجبین‌ها و همه اینا رو برو استفاده بکن. تو داروهای طب مدرن مثلا یا یه سرماخوردگی مثلا کوچیک داری، حتما برو انواع آنتی بیوتیکا استفاده بکن و تا میتونی دارو استفاده بکن، کبدت ان شاءالله میره رو به نابودی و چربیش بیشتر میشه. ببین چربیجات استفاده بکن تا میتونی، مثلا روغن مایه بگیر، بعد یا عالمه تو غذات بگیر، غذا باید چرب باشه عزیز دادم، باید چرب و چیل باشه تو لذتش رو ببری. تا میتونی غذای چرب استفاده بکن، اصلا از روغنهای سالم استفاده نکن. روغن دنبه بسیار مضر، روغن زرد بسیار مضر، روغن زیتون که اصلا فاجعه است، هیچ وقت از اینا رو استفاده نکن. تا میتونی برو از روغنهای صنعتی استفاده بکن که قطعا کبدت چربتر بشه. نوشابه، قطعا مصرف الکل. ببین شنیدی که میگن که مثلا یه پیک کوچولو الکل استفاده بکنی هیچ عارضه‌ای نمیده، راست میگن، درست میگن، آره حرفای ما رو گوش نده، حتما یه ذره میخوای الکل استفاده کن، استفاده کن، هیچ عارضه‌ای نمیده. حتما نوشابه های هایپ، انرژیزاها، اینها رو حتما استفاده بکن، اصلا اینا رو از دست نده. انواع نوشابه ها، نوشیدنی های صنعتی رو دائما ازشون استفاده بکن. عمل جراحی بایپاس تحقیقات نشون داده که در دراز مدت باعث ضعف عمومی و کبد چرب و اینا میشه. بابا گوش نده، برو انجام بده، برو جراحی انجام بده. انواع جراحی زیبایی و اینایی که به قوه قاضی کبدت آسیب میزنه، به این چیزا گوش نده، حتما اینا رو انجام بده، روز به روز کبدت اوضاعش خرابتر میشه. حالا این راهکارهای ساده خونگی برای رفع کبد چرب رو انجام ندی، مثلا اینکه آب انار استفاده کنی تو فصل سرما رو، به انار شیرین استفاده بکنی، مثلا اینکه سکنجبین عنابی استفاده بکنی، مثلا اینکه دم کرده عناب استفاده بکنی، مثلا اینکه وعده های غذایی تو چربیش رو کمتر بکنی یا وعده ناهار تو کم بکنی. اصلا به اینا عمل نکن که کبد چربت اون وقت مشکلش مرتفع میشه.